با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز، در خدمتتون هستیم با قسمت دوم از درس اول Conversation in 70 Sessions، مکالمه در 70 جلسه. رادمهر هستم، در خدمتتون هستیم با آموزشگاه زبان رادمهر، رادمهر Language Institute. شماره تلفن ما اینجاست و آدرس اینستاگرام و یوتیوب رو میتونید داشته باشید. خب، میریم قسمت بعدی. قسمت اول رو یاد گرفتیم با هم دیگه. Possessive adjectives. در این قسمت میریم جمله بعدی رو یاد بگیریم که در اون چی لازم داریم ما؟ Possessive adjective لازم داریم. البته این جمله رو یاد گرفته بودیم. We wanna speak English fluently. We're determined to speak English fluently. خب این جمله رو حالت یک کم گسترده تر میخواییم توضیح بدیم. این فقط فایل ها رو عوض کردیم در این قسمت. در جمله بعدی میخواییم صفت های ملکی رو عوض کنیم. خب صفات ملکی چیا هستن؟ my, your, his, her, its, our, your و their صفات ملکی هستن. چرا اینا رو ما میگیم صفات ملکی نگفتیم ضمایر ملکی؟ برای اینکه صفات قبل از اسمیان و در اینجا اگه دقت کرده باشید قبل از اسم friend my اومده. خب پس صفات ملکی یعنی قبل از اسم باید بیان. صفت قبل از اسم میاد، به خاطر همین صفات ملکی هم قبل از اسم میاد. My friend wants to speak English fluently. My friend دوست من یه نفر هست، همون سوم شخص است، پس باز در آخر فعلمون اس سوم شخص میاد. My friend wants to speak English fluently. She is یا he is determined to speak English fluently. بسته به اینکه دوستمون مذکر یا مؤنث هست، در اینجا میتونیم she is برای مؤنث، he is برای مذکر به کار ببریم و بقیه جمله رو بنویسیم. او مصمم هست انگلیسی رو روان صحبت کنه. روان fluently. 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 خب. My boss wants to speak English fluently. I'm determined to speak English fluently. Determined. Determined. My boss رئیسم میخواد انگلیسی رو روان صحبت کنه و مصممه که انگلیسی روان صحبت کنه. My sister. خب حالا روش توضیح دادن رو بهتون یاد میدم که در اول جمله اینا رو بذارید، بقیه جمله همان هست. خب به جای my boss my friend که الان یاد گرفتیم، حالا میتونیم my رو اول کلماتی که در واقع ربط دارن به ما، رلاتیف هستن، گمخیش هستن یا کسی که به ما ربط داره، کالیگ همکارمون هست، برادر خواهرمون هست، در این قسمت کنار مای بیاد و یا صفات کنار صفات ملکی بیاد و جملهمون رو عوض کنه. خب میگیم مای سیستر وانس تو اسپیک انگلیش فلنتلی، شی از دترمند تو اسپیک انگلیش فلنتلی. مای برادر وانس تو اسپیک انگلیش فلنتلی، هی از دترمند تو اسپیک انگلیش فلنتلی. یور فرند وانس تو اسپیک انگلیش فلنتلی اند شی از دترمند تو اسپیک انگلیش فلنتلی. یور باس وانس تو اسپیک انگلیش فلنتلی، She is determined to speak English fluently. رئیسمون اگه مؤنث باشه میتونیم بگیم She is. خب اینجا دقت کرده باشید ما اومدیم your نوشتیم. My رو با چند تا کلمه نوشته بودیم. My friend, my boss, my sister, my brother. همه این کلمات رو باز میتونیم با your بیان کنیم. Your friend, your boss, your sister, your brother, your mother. و your dad و کلمات دیگر که relative هستن. His dad میتونیم باز بگیم his friend, his boss, his sister, his brother, his mother, his dad. خب her. Her رو دقیقا باز با همین ها میتونیم بگیم her friend, her boss, her sister, her brother, her mother, her dad و بقیه جمله رو بیان کنیم دقیقا مثل قبلی. Our boss همون هست. Our sister, our brother, our mother, our father و از این قبیل. Their boss مثل همون هست. Their colleague همکارشون. Colleague همکار. همکارشون همکار یک نفر هست. با اینکه صفت ملکیمون جمع هست، ما دیگه با این کاری نداریم. با اسممون کار داریم که مفرد یا جمع هست. اگه اسم مفرد هست پس فعلمون حتما اسه سوم شخص میگیره.
خب جمله بعدی you should repeat simultaneously in order to speak English fluently. Simultaneously. Simultaneously یعنی به طور مداوم. Repeatedly. You should repeat simultaneously. باید جمله ها رو به طور مداوم تکرار کنید تا اینکه انگلیسی رو روان صحبت کنید. You should repeat simultaneously in order to speak English fluently. In order to. In order to. اینا رو سعی میکنید انقدر بگید تا زبونتون روان بشه به جای اینکه بگید in order to بگید in order to simultaneously simultaneously. باز مثل جملات قبل در درس قبلی توضیح دادیم که اگر فایلمون I, V, U, they باشه جملمون هیچ تغییری نخواهد کرد در زمان حال ساده. مون تا این جمله یکم فرق میکنه. فایلمون هر چی باشه، هیچی ایت هم باشه باز فرقی نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه اینجا شود اومده. شود از مودال ها هست. یعنی به فعلمون، فعل اصلیمون کمک میکنه تا معنی کلمه رو، معنی جمله رو درست ادا کنیم. خب، you should repeat شما باید تکرار کنید. باید در اینجا باید اجبار نیست. یعنی بهتره. بهتر تکرار کنید به طور مداوم تا اینکه انگلیسی روان صحبت کنید. پس اگر مدال ها قبل از فعل اصلی اومدن فایلمون هرچی باشه فعلمون به هیچ عنوان عوض نخواهد شد. نه مدال عوض میشه نه فعل اصلی. پس راحتیم دیگه، فقط فایل عوض کنیم جمله همون هست میریم جلو. پس وی رو آوردیم. We should repeat simultaneously in order to speak English fluently. ما باید به طور مداوم تکرار کنیم تا انگلیسی روان صحبت کنیم. They should repeat simultaneously in order to speak English fluently. اونا باید به طور مداوم تکرار کنن تا انگلیسی روان صحبت کنن. He should repeat simultaneously in order to English in order to speak English fluently. او باید به طور مداوم تکرار کنه تا اینکه انگلیسی رو روان صحبت کنه. She should repeat simultaneously. She اوی مؤنث هست. He اوی مذکر بود. I should repeat simultaneously. من باید به طور مداوم تکرار کنم. Daniel should repeat simultaneously in order to speak English fluently. Daniel باید به طور مداوم تکرار کنه. Tahir and Daniel should repeat simultaneously in order to speak English fluently. تاهر و دانیل باید به طور مداوم تکرار کنن تا اینکه انگلیسی رو روان صحبت کنن. Elsa and I should repeat simultaneously in order to speak English fluently. Elsa و من باید به طور مداوم تکرار کنیم تا انگلیسی رو روان صحبت کنیم. پس اینجا بهمون میگه که به طور مداوم تکرار کنید. تکرار، تکرار، تکرار و تکرار. پس تکرار خیلی خیلی مهم هست. Repetition. پس اینجا میتونیم بگیم repetition tax مثل pronunciation tax که تلفظ حرف اول رو میزنه. اینجا میگیم repetition tax تکرار حرف اول رو میزنه. یعنی تکرار داشته باشید راحت باشید، میتونید راحت صحبت کنید. تکرار نداشته باشید یکم سخت خواهد بود. خب میریم جمله بعدی. I must try hard. دقت کنید به تلفظ بنده. I must try hard. I must try hard. I must try hard. I must try hard. Success won't happen overnight. Success won't happen overnight. I must try hard. باید بیشتر کار کنم. موفقیت شب و روز نمیشناسه. Success won't happen overnight. موفقیت شب و روز نمیشناسه. خب پس اینجا هم باید به جمله قبلی من گفتم مدال ها اگه در جمله باشن فاعلمون هر چی باشه فعلمون و مدالمون هیچ عوض نمیشه. همونها خواهند بود در جمله و فاعل رو عوض میکنیم. فاعل هر چی میتونه باشه. میتونه I, V, U, they باشه یا he, she, it باشه. اسم باشه، اسم جمع، اسم مفرد باشه. خب پس دقیقا اینجا must همون حالت رو داره. must یعنی چی؟ must یعنی باید. من تا اینجا باید اجبار هست. should رو گفتیم، باید معنی کردیم، ولی حالت اصلیش یعنی بهتره. معمولا مثلا به دوستمون میگیم تو باید این کار بکنی.
منظورمون اینه که بهتر این کارو بکنی، اجبار نمی کنیم کسی رو. پس در این قسمت هم should همون حالت رو داشت، ولی must به معنی اجبار هست. We must try hard، ما باید بیشتر کار کنیم، سخت کوش باشیم. Success won't happen overnight، موفقیت شب و روز نمیشناسه. خب جمله دوم همون هست، ما دیگه جمله دوم رو من دیگه تکرار نخواهم کرد، برای اینکه این جمله همون هست، یه حالت اصطلاح هست. ولی در این قسمت You must try hard، شما باید بیشتر تلاش کنید. They must try hard، دقت کنید، They must کامل نگفت. They must try hard، He must try hard، She must try hard، It must try hard، دقت کنید، It must try hard. My father must try hard. My brother. دقت کنید باز. My brother کامل نمیگیم. My brother must try hard. His uncle must try hard. خب این قسمت ها معنیش چی بود؟ دقت کنید، گفتیم این قسمت رو We must try hard، ما باید بیشتر تلاش کنیم. You must try hard، شما باید بیشتر تلاش کنید. They must try hard، اونها باید بیشتر تلاش کنید. اینجا فقط فاعل یا subject pronoun رو عوض کردیم، ضمیر فاعلی رو عوض کردیم. He must try hard، او باید بیشتر تلاش کنه. She must try hard، او خانم باید بیشتر تلاش کنه. It must try hard، اون باید بیشتر تلاش کنه. خب در این قسمت باز اون میتونه مورچه باشه، که دقت کرده باشید مورچه ها اینقدر سخت کوشن که شاید از انسان هم بیشتر سخت کوش باشن. بیشتر من واقع میبینید یه مورچه هزار بار دانه از دهنش میفته و باز دستش میگیره و میبره. خب My brother must try hard و My father must try hard. My father یعنی پدرم باید بیشتر تلاش کنه. My brother must try hard، برادرم باید بیشتر تلاش کنه. His uncle must try hard، عموش باید بیشتر تلاش کنه. خب اگه دقت کرده باشید در تمرین قبلی گفتیم که به جای my که صفات ملکی هستن میتونیم بگیم his، her یا our، their. پس از اینها میتونیم استفاده کنیم. My father، his father، her father یا our father یا their father. پس این قسمت ها رو میتونید باز صفات ملکی رو عوض کنید و جمله رو توسعه بدید به جملات خیلی بیشتر. خب در خدمتتون هستیم با درس های مجازی توسط رادمهر، استاد دوره های آیلتس تفل و استاد دانشگاه های آزاد و علم کاربردی. در خدمتتون هستیم با آدرس اینستاگرام و یوتیوب که میتونید از اینا استفاده کنید و ویدیوهای ما رو کلا داشته باشید. خب روز خوبی داشته باشید، با ما باشید در بقیه درس ها. Have a good time.